نارین؟ نارین؟ من فیرات هم شناختی؟ وقتی تو دیدم اشتاختمت. چقدر بزرگ شدی؟ کارای بابا تو شنیدم، میخواد نظره بری مدرسه، ولی نگران نباش، اجازه نمیدم چنین کاری بات بکنه. اگه لازم باشه بابا ما امون نجاتی با هم بابا تو رازیش میکنن. تو رو کتک میزنه یعنی چی نمیفهمم؟ مگه شهر هرته؟ میخوای به کلانتری بگم که پدرتو دستگیر کنن؟ نه همچین چیزی نیست دیگه. چی؟ شما به کار خودتون برسید. هی خانوم، برای تماشای بازی حتما بیا. بازی نه کجا پیدا شد، تازه فراموش کرده بودمشو. با این فراموش کردنم فکر کردم یادم رفته، ولی فراموشش نکردم. چقدرم خوشتیپه. مهمتم، خوش اومدی. چرا خبر ندادی؟ آخه نمیخوام بمونم، گفتم اینو بدم و برم. این دیگه چیه؟ یه کادوی عزیزم، خودت باز کن ببین. وای خیلی خوشگله. خوشت اومد؟ خیلی. بدم بچرخ. وایسا حالا، وایسا ببین مهمتت برا چی خریده عزیزم. عزیزم تو این بیپولی چرا اینقدر زحمت کشیدی آخه؟ ای بابا چه زحمتی؟ تو فکر پولو نکن، دیگه مشکلی نداریم. دارم یه فوتبالیست حرفه‌ای میشم، حقوق به هم میدن، به زودی همه چی خیلی بهتر میشه. اگه کار بشیکتاشم هم درست بشه که دیگه عالی میشه، میریم استانبول، تو رو از اینجا میبرم ایشالله. باور نمیکنی؟ وقتی مشهور بشی دیگه منو فراموش میکنی. میدونم دور و برت پر از دخترای خوشگل مشکل میشه. نمیذارن تو برای من بمونی. دیوونه، من یکی دیگر رو میخوام چی کار عزیزم؟ مگه جز تو چشم کسی دیگه ای رو میبینه آخه؟ زود باشین دیگه، بابام جلوی قهوه خونه داره داد میزنه، همه این محله رو جمع کرده، یه عالمه ماشینم اومده، گفت به خدا اگه معطل کنن میذارم میرم. اومدی اومدی، یه ساعت طول میکشه تا این خانم حاضر شه. بجنبین بجنبین بریم. یاسلیهان یاسلیهان ای رجب، چه زود این سالا گذشت. پسرت لیسانس گرفته، اومدیم اینجا داریم تماشا. خدا همه رو مدیون توییم، اگه تو به همون نمیرسیدی که ما هیچی نمیشدیم. میدونی این قراره 260 میلیون لیره حقوق بگیره؟ ماشالله ماشالله. این پسر رئیس هست، همون که تو استانبول درس میخونه. به محمد گفته بابام حتما تو رو میفروشه به بشکتاش، گفته تو رو اینجا نگهت نمیدارن، راه استانبول برات بازه ایشالله. با پول انتقالش از استانبول میخوام یه خونه یه خیلی توب بخرم، مهمتم بر میدارم و از این خراب شده میرم. باز چی میگی تو رجب؟ اونا خونواده ای تو هن، میخوای بذاری بری؟ چه خونواده ای؟ من دیگه تحمل اینا رو ندارم بابا. آقایون بعد بازی کسی جایی نره، به خاطر مهمت میخونه رو میبندم، همه انقدر بخورین از دماغتون دراد. هی چرا هنوز آماده نیستی؟ الان بازی شروع میشه. به خاطر این زنی که منو نذاشتن برم تو تیم بابا. مربی گفت لیسانس بی لیسانس، بابا تقانش عمل نکرده نذاشته نارین بره مدرسه، منم تو رو نمیذارم بیای تو تیم، گفتش دستور رئیسه. کسافت بابا، کسافت بابا.
بابا بلش کن بدن من بابا تو آروم باش بابا با تو بابا با تو نه بابا ببینم آروم باش نارین 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 وایسا نارین نارین در مورد مسئله تو با پدرم حرف زدم کلی اصرار کردم اونم خوب کاری کردی مهمت از تیم اخراج شد منم که نمیذارن برم مدرسه الان دیگه بابام و مهمت منو با هم دیگه میکشن آخه یه لحظه وایسا گریه نکن ببینم چی شده چیزی نیست مسخره کردی منو؟ تو سال 2000 آقا، سال 2000 بلدی به پسرت لقب هزاره بدی ولی مغزت هنوز مونده توی قرون وسطا ببین منو اون دختره باید به تحصیلش ادامه بده فهمیدی یا نه؟ به خاطر لجبازیت کم مونده آینده این بچه رو خراب کنی رئیس بشکتاشو دیدم، میدونی یا نه؟ آه خیلی ممنون مبارک باشه ایشالله خوب میشه فقط من نمیدونم چرا تحصیل این دختره مشکل همه این دهکده شده رئیس مشکل دیگه ای نداره این آدم تاجر صاحب دهکده صاحب چه میدونم کلاب کارخونه داره رئیس چی کار به دختر من داره آخه شما چی کار بهش دارین نمیفهمی مگه نه احمق میخواستی دختره رو بیساب بذاری اینجور چیزا حالید نمیشه اسمت هم گذاشتی بابا ببین به خاطر این دختره همه ی دهکده همه ی معلماش و مدیراش جلوی تو ایستادن آخه چرا میدونی؟ چون دختره خیلی باهوشه اونم با اون همه کتکی که از توی احمق خورده ببین منو این دختره باید درسشو بخونه اگه نذاری ای شرفم اگه با این نزنم تو مغزت گام شو برو بیرون تو نرو نه الان من تو تیم میمونم اولا مرد باش مرد راستش میتونی توی فوتبالی افسانه بشی ولی آدم نیستی ببین دیگه نمیخوام این عوضی رو هیچ جایی ببینم فهمیدی؟ به زودی میان تو رو تماشا کنن ولی من میدونم چی کار کنم یه سند میدم به بابات امضا کنه به خاطر کی؟ به خاطر نارین اگه یه بار دیگه اون دختر رو اذیتش کنین سند رو میدم به بانک که بابات هرچی داره ازش بگیرن چون بابات هیچی نداره میفته زندون الان میتونی بری اگه موافقت کردی فردا بیا باشگاه چشم کیه مگه این نارین از اتاقش بیرون نمیاد ولی بازم مخه همه رو زده مربی رئیس به خاطر ما هیچکی از جا شکون نمیخوره بابامو چجوری میخوام راضیش کنم میگه بشیکتاش بشیکتاش میگه بشیکتاش شستی میکشمت اگه لازم باشه حتی گدایی میکنم ولی بازم درس میخونم اگه مدرسه نرم میمیرم اصافا همه تونو میکشم آشقال عبادی ببین منو منو ببین نارین باید بره مدرسه تو هم فردا باید با من بیای باشگاه فهمیدی؟ باید بیای سند رو امضا کنی باید آدم شی باید عاقل شی من باید تو بشیکتاش بازی کنم وایسا مهمت باید تو بشیکتاش بازی کنم بابا مهمت آروم باش آروم باش باید بزنید پدر باشی تو الان که پدری نکردی از الان به من بزنید آروم باش آروم باش آروم باش مهمت بگردم میکشمت رجب برم کن
بشین. خدا ما رو ول میکنه میره. مگه نمیبینی فقط به خاطر تو توی خون از ما رو از زمین من یه آم فقط دنبالش کردی یه آم همتون بریم به جهنم. دخترش افتاده زمین بیهوش شده، این هنوزم فکر و ذکرش پیش شوهرشه. دخترم نارین پاشو. به تو چه ربطی داره ها؟ واسه چی صاحب دختر من شدی؟ بس دیگه پاشو پاشو ببینم، اون شوهر منه، اون شوهر منه، صاحب اختیار این خونه است، فهمیدی؟ به شما هم هیچ ربطی نداره. گم شید. چه خبره خدیجه؟ داش ارداد تو هم برو برو. ای خدا ای خدا. این روز بیشرف مجبور بوده پول بده. چطور میتونست نده آخه؟ دخترش دستمه. بچه خوابش برده یواشتر. آره آره، قرار بود بچه ها صاحب دخترش رو تحویل بدن، ولی بهم ناراضه واسه اینکه پول برای من نمونه، چون الان بانک اول از همه اسم منو به اون میده. با این وضعیت پای تو هم گیره ناری خانو. الان پلیس میبرتت کلانتری که بازجویی میکنه، کلی پات گیره. برای همینم خواستم که ازت محافظت کنم. مگه من چیکار کردم؟ میرم کلانتری بازجویی میشم و دو ساعت بعدش میام بیرون، چی میشه؟ جامو نگفتی؟ من مجبور نیستم جایی موکلم و بگم، این جرم نیست. این جرم نیست، ولی جایی کسی که بچه رو دزدیده میدونستی یا نگفتی؟ اگه تعقیبت کرده باشن چی؟ این یعنی تو هم یکی از مجرمایی. الان شما یکم اینجا میمونی، من همه این کارا رو یکی یکی حل میکنم و تموم میشه. بهتره جلوی چشم نباشین و کارا از اینی که هست سخت‌تر نکنین. قیافه نگیرین، فردا میریم لب دریای صفایی میکنیم، اینم جشن میگیریم. فردا قبل از اینکه هوا تاریک شه من میگم با هلیکوپتر بیان دنبالتون، 5 دقیقه توی کاوجیک میشینین، بعدش هم میریم لب ساحل. خوب میشه نه؟ نشد باشد. علی بگو اتاق خانم رو آماده کنه. این شوخیه؟ ارول چطوری به تو اجازه داده قاطی یه همچین ماجرایی بشی؟ یه چیزی بهت بگم، اینا همشون تو این کار با هم شریکن، ارول، فیراد، این سلمت. نه دیگه تو هم میدونی این همه یرفاش دروغه، برای اینکه دروغاش واقعی جلوه بدن منو وارد این کار کردن. به فیراد چلیک کردن که مظلوم به نظر بیاد، بانکم قهرمان شد. این وام 800 هزار میلیاردی رو هم از فیراد و ارول قشنگ بالا میکشن. برو بابا، تو مثل این که ترس قاطی کردی. نه 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 ترس، چون به زودی خواهرت صاحبه یه شوهر پولدار میشه عزیزم. اگه حرفای تو راست باشه صاحبه یه دوست پسر قدیمی تو زندان میشه. نگران نباش، به هیچ وجه اجازه نمیدم فیراد بره زندان. این فیراد اون فیراده؟ هی نارین فیراد، داری میری مدرسه؟ آره. مهم نتیجه است، آدم ها تو هدفشون خسارت هم میدن. من برمیگرم استانبول دانشگاه. ای چی میخونی؟ اقتصاد. چه خوب. الان زنگ میخوره، من برم تا دیر نشده، بعدن میبینمت. خانم کوچولو، تا دیرت نشده بود به سر کلاست. کوچولو، تا دیرت نشده بود به سر کلاست. منو یادت اومد؟
تا حالا هیچ کس اینجوری به من خوشگل نگاه نکرده. مگه میشه فراموشت کنم؟ اون سال اولی که اومدم تو دبیرستان همش دنبالم بودی، خیلی بامزه بودی. من رو فراموش نکن، بازم میبینیم هم دیگر رو. کی این باشون اینطوری کرده؟ فیراد دوست پسر این ما که تو هم تو این دنیا تنها کس منی. حتی اگه اون فیراد بود بازم من بهت نمیگفتم. پس اینطوری نیست. در ذهن توی دهکته ممکنه چند تا فیراد باشه، مگه نه؟ چند تا؟ خیلی خیلی. خب اگه این فیراد اون فیراد نیست، پس چرا این کلا برداره تو رو قاطی این کارو کردن؟ عزیزم این فیراد اون فیراد نیست، ولی این سرمت همون بهادره. بهت که گفته بودم، همون روانی که میگفتی همش تو دهکده تعقیبت میکرد و میگفت وقتی بزرگ شی باهات ازدواج میکنم، این روانی همون روانیه؟ همونه. نه بابا، برای همینه که اینجاییم. عجب. آقا فیراد چرا پا شدین؟ زود بخوابین، سرمم که در آوردین. من حالم خوبه، ولی باید از دکترتون اجازه بگیریم، نمیتونین اینطوری برین. صبر کنین، نمیتونین اینطوری برین. اردوان، به نظرت برای انتقال چند میلیارد پول میدن؟ چه میدونم رجب، باید یه 10-15 میلیاردی بدن دیگه. ها پول خوبیه، پول خیلی خوبیه. یه خونه یه خوشگل میگیریم و یه ماشین توپ با آخرین مدل. آره. یا میگم بهتره پولو زیاد خرج نکنیم و بذاریم تو بانک. آره این بهتره. بابا بابا داداشمو زدن. خدا بد نده حافظ، خدا اون دختر روس رو لعنت کنه. بهتره چرن نگی بهادر، کاراتو ردیف میکنم. وکیلی تو بفرست سراغ مشاوری مالی، اونا خودشون حساب کتاب میکنن، به شرطی که
کاری به نارین نداشته باشی. اونو ببر برسون خونش و دیگه اطرافش نپلک. ایوان داری با هم کنار میان، زبونم رو فهمیدی؟ نه اون محمد نیست، حتما اشتباه شده. اشتباه نگرفتم بابا، گفتم که خودشه. آقا صالح اومد خونه با ماشین پلیس مامان و خواهرمو برد، بردنشون بیمارستان. راست میگم. چه کاری آخه؟ کی برای چی باید بخواد پسر منو بزنه؟ اگه پسرم بمیره چی؟ اگه کشته باشنش چی؟ ای بابا بد به دلت راه نده، این چه حرفیه؟ بجون بری بری. خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه. رجب دیدی چه بلایی سر اومد؟ آقا نجاتی پسرم چش شده ها؟ بردن چوت آقا من، نیم ساعت اون توه، فعلا خبری نیست. چی شده آقا نجاتی؟ کی زده؟ واسه چی زده؟ موقع زنا زدنش. چند وقت محمد با یه زن رابطه داشته، برادر زن جریانو میفهمه، بعدش هم اسلحه‌شو برمی‌داره و میره سراغشون. زن رو همونجا کشته، دو سه تا گلوله هم به نهمت شلیک کرده. چرا میزنی نزد؟ کمک، یکی کمک کنه، کمک. فوراً رسوندنش بیمارستان، منم پلیس رو خبر کردم. به سر یه لات عوضی بیاد بیرون، نمیره خودم میکشمش. آخه اونو چه به این غلط ها؟ آخه یه فوتبالیست قبل تمرین همچی کاری میکنه؟ از کجا تیر خورده؟ یکیش به تحالش اصابت کرده، یکیش هم به پاش. به پاش خورده؟ ای بابا این دختره کجاست؟ ویل کن ویلم کن. ویلش کن بچه رو، بدش به من. بیا عزیزم بیا بغلم. اگه غذاشو نخوره آقا سرمت ناراحت میشه. کشتی ما رو با این آقا سرمتت، من بهش غذا میدم، تو فقط برو. بیا عزیزم. اوه از اینا دوست داری؟ دهنتو باز کن. آفرین بخور، آفرین. کی به شما گفته اینقدر خوشگل بشی ها؟ کی گفته؟ ببین میخوام چی بهت نشون بدم. نگاش کن، اینو نگاه کن، خیلی خوشگله مگه نه؟ خونه برم مامان. تو که ترکی بلدی؟ خونت کجاست؟ استانبول؟ تاکسیم. چی تاکسیم؟ مامانت کجاست؟ مامانت خونه. دخترم گالینا، مگه مامان بابات روسیه نیستن؟ بابا نیست، مامان اینجاست، بابوشکام اینجا. بابوشکا چیه؟ روسا به مامان بزرگ میگن بابوشکا. میخوام برم پیش مامان. حسین سر رفت، من برم پیش مامان. به جان خودم این دختر شریک روسیشون نیست، اینو از تقسیمی جایی برداشتن آوردن اینجا. گالینا، گالینا جان، مامانت کجاست؟ اسم مامانت چیه؟ مامان ایلینا، منم گالینا.
کجاست؟ الان مامانت کجاست؟ خونه، شب کار میکرد، صبح اومد خونه. گالینا، تو شبا چی کار میکنی؟ شبا کجا میخوابی؟ به هم بگو. شب با ماریا، صبح با مامان. فهمیدم، مامان شب کاره. آره، شیفته شبا کار میکنه، مگه نه؟ بیوجدان اینو کرایه کرده. میگم پلیس رو خبرش کنی. چی داری میگی دنیز؟ یارو فیراتو زده، مارم که زندونی کرده. دیگه جون این ماکو به خطر نندازیم. پلیس چیه؟ بیا بازم زنگ زن، باید جواب بدم. چاره اینی؟ یه چیزی از خودت در بیار. الو دنیز. سلام ایرماک. کجایی؟ پیدات نیست، دیشبم خونه نیومدی. عزیزم، ما دیشب تو باقی یکی از بچه ها بودیم، مشروب زیاد خوردیم، دیر وقت شد نتونستیم بیای. فیراد تو بیمارستانه، اون وقت تو نارین دارین عشق و حال میکنین؟ هیچ کس هم به فکر من نیست. تو میدونی چه بلایی سر من اومده؟ شماها چقدر بیخیالین. چی شده؟ حالت خوبه؟ فیراد یه جوری با هم حرف زد، نمیدونم چی کار باید بکنم. عزیزم مشکل خاصی که پیش نیومده؟ نه، چیز خاصی نشده. خوبه؟ خوبه. الو؟ قطع کرد. این خیالش هم نیست. خیلی خوب، تا 5 دقیقه دیگه میرسیم، همه چی روبراه. باشه، آوردنش؟ آره آوردنش. منتظر کس دیگه ای بودی؟ الو، سلام، میشه به مریض اتاق 413 منو وصل کنید؟ فیراد کازان، بله، ممنونم. رفته؟ یعنی مرخص شده؟ میشه بپرسم کی؟ ممنونم، متشکر. اینم از این. بفرمایی خانم، صبحونتون حاضره. من صبحونه نمیخورم. فکر کنم دیگه نمیخوایی منو اینجا ببینی، نه؟ گفتیم بری فیراتو بکشی، اون وقت تو چیکار کردی؟ هیچی. نزن اوستا، قول میدم دفعه بعد کارشو تموم کنم، قول میدم بهت. دفعه بعد؟ بله اوستا. ما عجله نداریم، میتونیم صبر کنیم، مگه نه علی؟ دوستم اوستا، به خدا موتور کج شد. اگه کج نمیشد میدونی که کار من ردخور نداره. تا الان اینجوری نشده بود، به خدا کارشو تموم میکردم. اما من پولتو نقد دادم، تو در این نسیه میکشیش. آی اوستا، تو رو خدا نزن بکش. فیراد کازان باید کشته میشد. خدای بزرگ، چی گرفتاری شدیم؟ بله میبینی که دنیز خانم، گذشته رو میشه پاک کرد؟ نه نمیشه.
بهادرها یه شبه میشن سرمت؟ بله فیرات هم دوباره فیرات میشن مگه نه؟ همچین چیزی وجود نداره دنیز. بس دیگه، گیر دادی تو اما. باشه بابا. انگار یکی قفلی که به گذشته زده بودم و شکسته. چرا همه یه بدبختی ها دوباره زنده شدن؟ حالش چطوره؟ فعلا عملش تموم نشده. تموم شد دکتر خودش میگه. آخه این چه بلایی بود سرمون اومد؟ حالا چی میشه آقا نجاتی؟ فردا از بشیکتاش میان سراغش. چی کارش باید بکنیم؟ رجب تو فکر فوتبالی؟ خب چی کارش کنیم؟ اگه خوبشه میتونه بازی کنه. 4 سال داری باهاش تمرین میکنی، این همه زحمت کشیدی براش، تو رو خدا با طرف صحبت کن. رجب معلومه چی میگی؟ اون طفلی داره اون تو جون میده، تو داری چی میگی آخه؟ به درک میخواد بیا. سر یه احمق خودشو بدبخت کرد، مارم بدبخت. تو دیگه چه بدنی بابا؟ نکن آقا نجاتی، نکن. این از ناراحتی نمیدونه داره چی میگه. ای بابا خیلی ناراحته، کاملا معلومه. خوب میشه، خوب میشه. همینمون کم مونده بود که بریم عیادت آقا مهمت که اونم شد. گفتم که نه، یا من با سما میرفتم. آخه چرا اومدی؟ آه مگه میشه؟ مامان بزرگ، مامان بعدن ناراحت میشد. بله که ناراحت شدم. فردا پس فردا قرار بود توی تیم معروف بازی کنه. چی شد؟ قرار بود خیلی پول دارشن. بذار خوب شه، باز میره بازی میکنه. این ماه نشد ماه بعد. فوتبال همیشه هست مگه نه؟ ایشالله. خیلی افتخار میکردن پسرشون دست از الواتی کشیده و فوتبالیست شده. خدا رو شکر دیدیم چه پسر نمونه‌ای شده. با یه زن رابطه داشت. هنوزم که بی پول و فقیرن. فقط ادعا دارن، فقط ادعا دارن. واقعا که مادر جون، مامونم حرف پول که میشه قید همه رو میزنه. دختر یه شیطون. به همه سلام برسونید، من رفتم، خدا حافظ. بیا یه چیزی بخور. پس کی میرنش تو بخش؟ میگم یه وقت نره تو کما. الکی نیست که رجب، تازه عمل شده، بایدم تحت مراقبت باشه. دیدی لعنتی چی کار کرد؟ الان داشت تو زمین میدویده، تو استادیوم تماشاچی ها پر بودن، اینم یکی یکی هی توپا رو وارد دروازه میکرد. اوپ فرداش میرفت استانبول. ای بمیری پسر، ای بمیری. اون یه پسر جوونه، سر خود بذاری اینجوری میشه. تقصیر تو هم هست. اردوان منو کفریم نکنا. اگه میپرسیدم چی میگفت مثلا؟ ای بابا میگفت بابای من میره عیشی و این کارا رو کردم. بابا بابا دکتر کارت داره، گفت باباش میاد، داداشو دارم میبرن تو اتاقش. بیان پسرتون حالش خوبه، تا حالش بخیه زده شده و گلوله رو در آوردیم. شکستگیاش هم گچ گرفتیم و دیشب تحت مراقبت بود. مجددا از زانوش عکس میگیریم و اگر لازم باشه نسبت به وضعیتش زانوش رو عمل میکنیم. یعنی چی اگه لازم باشه؟ کل شب اون تو بودیم، همون موقع تمومش میکردیم میرفت پی کارش دیگه. اینی که فوتبالیسته، نمیشه که یه دم به ساعت بشکافینش. واقعا ببخشید قربان، کوتاهی کردیم. نمیدونستم که باید از شما اجازه میگرفتم. عجب آدمایی هستم. وایسا ببینم. ولش کن ببینم دکتر چه کار داری آخه. هزینه بیمارستان محمد یلماز رو کی پرداخت میکنه؟ بعدن حالا میدیم خواهر من، بیچاره هنوز تو اتاقش نرفته. هر کی قرار پرداخت کنه بیا صندوق. هزینه دیشب رو پرداخت کنه. پول عمل رو باید بدین. حساب اتاقم جداست. کی قرار حساب کنه؟ من به باشگاه میگم، اما اگه بدونن کجا و واسه چی زدنش به گوش مدیر باشگاه میرسه و قیامت میشه. خب من که نباید پرداخت کنم برادر من. آره حقوق خودشم که چندر خواست. یه لحظه رجب، مگه بیمه نشده؟ نه خیر، چراشم از خود آقا رجب بپرسین که چرا بیمه نشده. چه مگه چی حالا؟ خب با اون پول نارین درسشو خوند، مگه ایرادی داره؟ گفت پولشو نقد بدین، بیمه میمه هم نمیخواین. گفت پول نقد لازم داری. خب گفتن 18 سالش تموم بشه بیمش میکنن. عجب گیری کردیم ها. ناری
من برم مسئله این پول عملو حلش کنم. تو هم خیلی خودتو ناراحت نکن، قوی باش. چشم عمو نجاتی. نارین، خدا بد نده، چی شده دختر؟ نه شما نگران نباشید، داداشم حالش خوبه، خوبه دیگه، بردنش خونه، یکم باید استراحت کنه، بعد دوباره انگار قرار عملش کنه. اردوان که دیشب زنگ زد گفت نتونستم یه دقیقه چشم رو هم بذارم. ببین لباس و غذا براتون آوردم، ولی بهتره اینا رو خودت ببری، مامانت منو نبینه بهتره. نه مگه شما مامانه نمیشناسی؟ اون از دست بابا عصبانیه، خودشم از حرفایی که زده پشیمونه. شما دیگه به دل نگیر. بی خیال، چی شده تنها نشستی اینجا؟ بازم همه یه کاسه کوزه ها رو سر من شکستن. بابا اون پولی که قرار بود بیمه به محمد بده رو ازشون نقدن گرفته، حالا میگه اون پولو نارین داده درسشو خونده. یعنی حالا معلوم نیست قراره کی همه یه هزینه های بیمارستان ها عمل و اینجور چیزا رو پرداخت کنه. یه عمل میدونی چقدر هزینه داره؟ تازه پول دو و درمونش هم به کنار. بازم فردا پس فردا باشگاه هم پول نمیده، دوباره به مدرسه یه من گیر میده، بعدش هم میاد یکی یکیمونو باز کتک میزنه. دخترم خدا بزرگه، نمیدونم چرا هیچ کس به جز من به فکر این چیزا نیست، هیچ کدومشون اعتراض نمی کنن. مگه من چه گناهی کردم آخه؟ من چی کار کنم؟ مگه چی خواستم؟ همش یه سال و نیم خواستم درس بخونم، نیم سالشم که گذشته. مگه چی خواستم؟ مگه چی اضافه خواستم؟ قالینا تو این ترکیه دست و پا شکستت چطوری تونستی این همه چی واسهشون بگی؟ با دوباره بالا. این بچه جایی نمیره، ما هر جا باشیم اونم پیش ماست. جون من بگین مامانش بیاد بدمش به اون، فهمیدی؟ بله آقای سرمت، این قضیه فرق میکنه. بچه هلاک شد بس که مامانش رو صدا زد. بگین مامانش بیاد تحویلش بدیم، ما هم دیگه باید بریم. علی بیارش تو. گالینا ببین عمو مرا چین گرفته. آخ جون گالینا برگرد اینجا، بهت گفتم برگرد. والا اگه بخوایم هم نمیتونیم به مامان جونش تحویل بدهیم، چون که مامانش وقتی داشته تن فروشی میکرده گرفتنش. وای من، یه بابوشکا داره تو روسیه، بگید اون بیاد ببرتش. ها؟ مامان بزرگش آقای سرمت، مامان بزرگش. ای بابا من از کجا بابوشکا ماموشکا گیر بیارم؟ وکیل فرستادیم، یه شوهر علکی هم براش جور کردیم تا دو سه روز دیگه حل میشه. همه چیمون کم مونده بود، بابوشکا ماموشکامون مونده بود. ای خدا. ایرماک چی شده؟ جریان چیه؟ شنیدم فیراد تیر خورده، حالت چطوره؟ همشون گماگور شدن، دنیز، نارین، فیراد، همشون. اینا یه ریگی تو کفششونه، به من نمیگن، میدونم. نه بابا این حرفا چیه؟ بیگی بشی. نمیدونم والا، دنیز گفت تو باغ یکی از دوستاشونه. ببینم تو میدونی اون باغ مال کیه؟ یه دوستی دارم اسمش مموه، اون باغدار ازش میپرسم. ولی بهت بگم دنیز حتما بازم داره خوشگذرونی میکنه. نه 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 نه، من میدونم کار کیه، کار همون کسیه که فیراتو زده. من میدونم، نمیتونم برم پیش پلیس چون فیرات چیزی از سرمت کارایل به پلیس نگفت. پیش عمومم نمیتونم برم چون اون اوضاع رو بدتر میکنه. میدونی چی میگم؟ نمیدونم چی کار کنم. گفتم بیام پیش تو ببینم چیزی میدونی یا نه. نه ولی کار خوبی کردی، بذار فکر کنم ببینم. Thank you.